سلام، من امروز میخوام در مورد عزت نفس و راه‌های افزایش عزت نفس صحبت کنم. اول از همه یه تعریف کوچیکی در مورد عزت نفس و اعتماد به نفس دادم، برای اینکه خیلی ها این دوتا رو اشتباه میگیرن. اینها حتی از دوتا واژه متفاوت میان. عزت نفس میشه از واژه انگلیسی سلف استیم اومده و اعتماد به نفس از واژه انگلیسی سلف کانفیدنت. بنابراین کاملا دو واژه متفاوت با مفاهیم متفاوت هستند، ولی با هم دیگه ارتباط آیا دارن؟ بله دارن. خب پس عزت نفس، ببینید، نگاه کلی که ما نسبت به خودمون داریم، اینکه چقدر خوب هستیم، چقدر دوست داشتنی هستیم، چه حسی نسبت به خودمون داریم. ولی اعتماد به نفس موردیه، یعنی اینکه ممکنه من نوعی در زمینه موسیقی از مهارت خوبی برخوردار باشم و موسیقیدان باشم، ولی در زمینه ریاضی خیلی حرفی برای گفتن نداشته باشم. پس اگر در یک جمعی قرار بگیرم که کلن صحبتشون در این زمینه باشه، احساس دلهوره و استراب میکنم و احساس خوبی رو پیدا نمی کنم. همینطور یک فردی که فرض کنید در المپیاد ریاضی مقام هایی کسب کرده، ولی از مهارت های ارتباطی خوبی برخوردار نیست، وقتی در یک جمعی قرار میگیره احساس استراب و ترس و دلهوره میکنه و دلش نمیخواد توی اون جمع باشه. پس اعتماد به نفس موردی و قابل چجور میگن کاهش و افزایشه، یعنی میگن اعتماد به نفسش در اینجا خوب بود ولی در این زمینه خوب نبود. بذارین بگم که در مورد عزت نفس، ما تمام اون نگاهی که به خودمون داریم و حسی که به خودمون داریم رو بیشتر از مراقبین دوره کودکیمون میگیریم، یعنی پدرمون، مادرمون، پدر بزرگمون، اون افراد اولیه که ما باشون در ارتباط بودیم. اما چجوری این اتفاق میفته؟ فرض کنین اون بچه کوچیکی که نیاز داره تغذیه بشه بین سن 1 تا مثلا 5 سال، وقتی که بگه گشنمه، باز بهش بگن او باز گشنشه، یا بگه خوابم میاد، بازم باید مهمونی رو ول کنیم و به خاطر این بچه برگردیم خونه. این بچه در اون سنین احساس میکنه من مزاحمم، من دوست داشتنی نیستم، یا مثلا تمام نیازهاش با تمایل نداشتن برطرف بشه. مثلا میخواد بره دستشویی، بگن او تو ببرش، نه تو ببرش، من واقعا اینا رو شاهد بودم که تو ببرش دستشویی، تو بهش غذا بده، من حوصله ندارم، من نمیخوام این کار رو انجام بدم. بچه احساس میکنه واقعا دوست داشتنی نیستم، مزاحم و اضافه است. این فرایندی که عزت نفس در و احساسی که ما نسبت به خودمون داریم در ما شکل میگیره.